بسم الله الرحمن الرحیم. بیننده های عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دکتر عبدالقهار سروری، استاد و رئیس دانشگاه البیرونی هستم. امروز خواستم پیرامون عمق مفهومی ماهیت کاربردی و اهمیت سوره فاتحه که یکی از سوره های کوتاه بر مبنای اندازه و آیات ولی دارای عمق جدی و خیلی مهم و تاثیرگذار روی ماهیت زندگی انسانی از روی مفهومی است، بس کوتاهی خدمت شما داشته باشم. البته عمق مفهومی و مفاهیم و مسائلی که در سوره فاتحه در هر آیتش وجود داره، هر بحثش یک مقاله و یک کتاب را میتونه احتوا بکنه، ولی به گونه فشرده من خدمت شما عرض میکنم بحثی را که پیرامون سوره فاتحه هست. از لحاظ تقسیم بندی و تنظیم بندی سوره ها، نخستین سوره قرآن کریم است. بسم الله الرحمن الرحیم، با وقتی که ما با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز میکنیم، معنای بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشایده مهربان است. در اینجا سه مبحث و سه مسئله بسیار جدی را بیان میشه که اول، ما هر آنچه را که یاد میکنیم، هر مبحث را که یاد میکنیم، فقط به نام الله یا به نام خدا یاد میکنیم و تنها خداوند حقی ازیرا داره، الله یا حقی ازیرا داره که ما به نام از او آغاز کار چیزی را یا برنامه را آغاز بکنیم و ما حق نداریم به نام اشخاص، به نام اشیا، به نام مفاهیم، به نام هیچ چیز دیگه یاد بکنیم. ما نمیتونیم به نام پیامبران، ما نمیتونیم به نام مفاهیم، ما نمیتونیم به نام اشخاص و مراجع کاری. مثلا ما بعضی گاهی میبینیم که عده به نام پیامبران، اصحاب کرام یا صحابه، به نام مفاهیم مثل خرد یا دانش چیزا، یا به نام مثلا شاهان آغاز نام و آغاز کار خود یاد میکنن یا بیان میکنن، که متاسفانه یا به معنای ممکن است عدم آگاهی یا آگاهی ناقص باشه که به نوع شرک پنداشته میشه. و ما فقط باید به نام الله، به نام خالق هستی هر مبحث یاد بکنیم. و الرحمن الرحیم، بخشاینده مهربان. ببینید الله متعال وقتی که ما ماهیت زندگی خود ببینیم، از وجود ما تا فرصت زندگی، تا زمانی که در اختیار ما قرار داده شده، تا قوا و نیروی بینایی، شنوایی، حرکت و رفتار، صحت، هر آنچه که است، از جمله بخشش های ارزشمندی که خداوند به ما عطا فرموده تا ساختار زندگی مادی، جسمی و معنوی ما شکل بگیره. و مهربان است همیشه خداوند. گاهی ما مثلا انسان ها اگر دچار اشتباه میشن، انسان ها در مباحث مسائل متفاوت با حالات متعددی که گاهی حتی مثلا با فلسفه زندگیش ممکن است زیاد سازگاری نداشته باشه، ولی مهربانی خداوند همیشه همراه انسان ها به خصوص بندگان خدا هست. تنظیم و پیشرفت نظم و زندگی در دنیا، در هستی و پیشرفت حیات و همچنین قرار داشتن در راه نیک، خودداری از راه زشت و بد، تمامی از اینا مسائل است که مهربانی الله یا مهربانی خالق هستی شاهد حال ما و زندگی ما میشه. خب الحمدلله رب العالمین، ما شروع میکنیم مثلا الحمدلله رب العالمین. ستایش خاص خداوند را است که پروردگار جهانیان می باشد یا خالق جهانیان است. ببینید ما تنها ستایش، حق ستایش کردن فقط خالق خدا، الله متعال که خالق هستی است، خالق جهانیان است داره. یعنی ما فقط بنده الله به گونه بر مبنای فلسفه خلقت ما که ما باید عبادت الله متعال بکنیم و ما باید عبادت هیچ کسی دیگر نکنیم، بنده هیچ شخص از جریان مفهوم و مباحث نباشیم. ما فقط ستایش مخصوص خالقی هستی و پروردگار جهانیان میدانیم و خالق خدا چی میکنیم؟ عبادت میکنیم و ستایش میکنیم. الرحمن الرحیم، خداوندی که بخشنده و بخشایشگر است، هم رحمان است و هم رحیم، هم بخشنده است و هم بخشایشگر. مالک یوم الدین، اللهی که مالک روز جزاست، حاکم روز جزاست، پادشاه روز جزاست. ایاک نعبد و ایاک نستعین، آیه ایاک نعبد و ایاک نستعین که آیه پنجم سوره فاتحه است، یک تئوری ساختار و چارچوبی به حساب امو حفظ عزت نفس، اعتنا و استغنا و دور جستن از ذلت است. ببینید وقتی که بنده خدا تنها خالق خدا عبادت بکنه، بنده های خدا نباشه، بنده اشیا نباشه،
و فقط از خالق خودش کمک و استعانت بخواد. بدون شک عزت نفسش حفظ می باشد و با عزت و سرفرازی زندگی می کنه. یعنی این آیه یک جایگاه بسیار مهم و ارزشمند و جدی در شکلگیری ماهیت مفهومی و معنوی زندگی انسان داره که انسان به گونه آزادانه در زندگی پیش ببره و به گونه مثلا دعاگونه یا تقاضاگونه انسان از خالق خودش تقاضا میکنه که اهدنا صراط المستقیم، یعنی ما را برای نیک هدایت بکن. از خداوند ما میخوایم که ما را برای نیک هدایت بکنه. صراط الذین انعمت علیهم، به کدام راه؟ راه کسانی که به اونها به حساب چی کردن نعمت داده و منت گذاشتی. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین آمین. ببینیم ما از خداوند میخوایم که ما را برای نیک هدایت بکنم. کدام راه؟ راه کسانی که برایشان نعمت داده شده، نه راه کسانی که مورد غضب خدا قرار گرفتن و نه راه کسانی که به حساب گمراه هستند. وقتی که ما چارچوب کلی مفهومی و عمق مفهومی سوره الفاتحه را میبینیم که ما باید فقط با نام الله و با نام خالق خود هر بحث و مسئله را آغاز بکنیم، خالقی که بخشاینده و مهربان است و حمد و ثنا و ستایش همیشه به خالق خود خالق جهانیان بگوییم و تنها خالق خود عبادت بکنیم و تنها از خالق هستی خالق خود پروردگار خود کمک و استعانت بخواییم و همیشه ما از الله متعال تقاضا بکنیم، التماس بکنیم تا ما را برای نیک هدایت بکنه، راهی که به حساب متعلق به افراد نعمت داده شده که نعمت شاملی صحت، سلامتی، راه نیک و آخرت خوب و سرنوشت خوب در دنیا و آخرت است و به میشه کار از رفتن برای افرادی که مورد غضب خدا قرار میگیره یا افراد گمراه ما اجتناب بکنیم و از خدا بخوایم که ما را دور داشته باشه. بدون شک چارچوب مفهومی و چارچوب کاربردی و تمام عرصه‌های زندگی ما یک زندگی بسیار ارزشمند و عمیق و مهم شکل میگیره و ما با ما مطابق به فلسفه خلقت ایمان که خداوند جل جلاله ما را به خاطر عبادت خودش و خلیفه خودش در روی زمین در صورت انسان ماندن و حفظ ارزش‌های انسانی خلق کرده ما زندگی خود را پیش میبریم. یعنی در کل وقتی که ما سوره فاتحه را که کامل مثلا دارای 7 آیه است ما به صورت کلی درک بکنیم و یعنی مفاهیمی از لحاظ ساختاری زبانی کوتاه فشرده ولی از لحاظ مفهومی عمیق و جدی را در زندگی خود عملی بکنیم، بدون شک ما همیشه در راه نیک قرار می داشته باشیم. ما فقط بنده خالقی هستی می باشیم و از بندگی افراد، اشیا و به حساب تطمیعات و این مسائل دور می باشیم و همیشه عزت نفسمان با عبادت خالقی هستی و کمک خواستن از خالقی هستی حفظ می باشد و ما رای ذلت و رای گمراهی را تعیین نمی کنیم. و امیدوار است ما این مفاهیم عمده و جدی را که در کلام الله در کتاب مقدس آسمانی قرآن کریم وجود داره همیشه بخوانیم، درک بکنیم، بدانیم و در زندگی خود عمل بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.